سلام، خوش اومدید به آشپزخونه خودتون. الهی که حالتون خوبه. امروز طرز تهیه کلم پلو با گوشت چرخ کرده قلقلی رو داریم که من از 3 پیمانه برنج استفاده کردم. از 3-4 ساعت قبل اینو شستم، با 2 قاشق غذاخوری نمک خیس کردم و حدوداً 0.5 کیلو گوشت چرخ کرده داریم و 3 عدد پیاز. نصف کلم پیج کوچیک هستش که حدوداً 600 گرم میشه و 2 قاشق غذاخوری رب هستش، 3 قاشق غذاخوری پیاز داغ، زعفران و پودر دارچین و زردچوبه و فلفل سیاه و زیره سیاه به اندازه لازم و نمک از 100 گرم کره استفاده میکنیم و 50 گرم هم روغن مایه. بریم که گوشت قلقلی ها رو آماده کنیم. من اینجا از نصف قاشق غذاخوری آرد نخوچی، 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه و نصف قاشق چایخوری از پودر دارچین و نصف قاشق چایخوری از زردچوبه و 1 قاشق چایخوری کمتر از نمک میخوام استفاده کنم. اینم روی مواد گوشتیمون اضافه میکنیم با پیاز و اندازه 1 قاشق چایخوری هم بهش زعفران میزنیم. اینا رو با هم ورز میدیم. خب این گوشت رو بذاریم کنار استراحت کنه، بریم کلم ها رو خرد کنیم. دوستان به باب سلیقه خودتون کلم ها رو نگینی خرد کنید. این اندازه خوبه. همه رو به همین شکل خرد کنیم. از 1 مقدار کره اندازه 1 قاشق استفاده میکنیم، میریزیم داخل مایتابه که کلم ها رو بریزیم آروم آروم سرخ بشه. عزیزان اصلا نگران بوی این کلم ها نباشیم. این وقتی که حسابی سرخ شد، مخصوصا با کره و با زعفران و دارچین، این بوش گرفته میشه. این اول با شله زیاد کمی تفت میدیم، بعد شله رو کم میکنیم، در مایتابه رو میذاریم با آرامش این سرخ بشه و کلم ها نرم بشه. اون 2 عدد پیاز باقی مونده رو نگینی خرد میکنیم که بقیه مواد آماده کنیم. دوستان در 1 قابلمه جداگانه نصف پیمانه روغنی که داشتیم بهش اضافه کردم و الان پیاز ها رو سرخ میکنیم. پیازا که به این مرحله رسید، حسابی سرخ شده، طلایی و سبک، الان ما بهش حدود نصف قاشق چایخوری زردچوبه و 1 قاشق چایخوری هم بیشتر فلفل سیاه، همین که اینا رو با هم تفت دادیم، توی خامی زردچوبه گرفته شد و این روی عطر خوبش در اومد، بهش رب اضافه میکنیم. حدودا 2 قاشق غذاخوری رب بود. دوستان رو هم حسابی سرخ میکنیم که رنگ باز کنه. این ببینید الان روغن رب واقعا قرمز شده و این خوب حسابی رب سرخ شده. دیگه این خاموش میکنیم، این مواد آماده است. عزیزان حدود 20 دقیقه که این سرخ شد و الان کلم ها حسابی طلایی و سبک شده. من الان به خاطری که اینو بخوام بوزدایی کنم، بهش همین 1 قاشق چایخوری بیشتر از زیره سیاه، من اینو با هاونگ صابوندم و نصف قاشق چایخوری هم بهش دارچین میزنیم و حدود 3 قاشق غذاخوری ما پیاز داغ حاضری آماده داریم، اینم روش میزنیم. اینو کمی با هم مخلوط میکنیم و میذاریم در حالت بخارپز. این بازم 5 دقیقه دیگه بمونه با شعله خیلی پایین. الان مواد کلممون آماده شده، به این مرحله رسیده. دوستان عزیز به خاطر تب کلم که سردی داره، این ترفند خیلی خوبیه که به جای اینکه سرکه بزنید به کلم پیچ، از این زیره سیاه یا زیره سبز استفاده کنید، ولی زیره سیاه عطرش قوی تره و کمی پیاز داغ با همین 1 ذره دارچین، این واقعا دیگه الان هیچ بوی به نمونده، تازه بوی خیلی خوبی هم گرفته. این الان این مواد کلم آماده است، ما اینو میریزیم داخل همون پیازداغی که از قبل درست کردیم. میبینید چه رنگی گرفته، چه رنگی، چه عطری، اصلا هیچ بوی بدی نداره، واقعا خیلی بی‌نظیر شده. اینو میذاریم کنار، این الان آماده است، بریم که قلقلی‌ها رو درست کنیم.
دوستان عزیز، درست کردن قلقلیا سلیقه‌ایه. برای این کلم پلو به نظرم همین اندازه گیلاس که برداریم خیلی شکل و مناسب میشه. همه رو به همین صورت درست میکنیم. کمی وسط کف دستتون اینو همینجوری بچرخونید، دیر میشه به این شکل در میاد دیگه، از همان با نمیره. قلقلیا رو همه رو به همین ترتیب درست کردیم. میذاریم رو حرارت، اول با شعله زیاد اینا که خودشونو گرفتن کمی بهش کره میزنیم و درشو میبندیم، میذاریم آروم آروم سرخ بشه و مخفوق بشه قلقلیامون. دوستان گوشت قلقلیا خودشو گرفته و سرخ شده دو طرفش. الان ما در وایتابر میبندیم، اینو میذاریم که این بخار پس بشه و بپزه گوشت. دوستان برنج گذاشتیم با آب جوش بپزه. مثل همه پلوهایی که آبکش میکنیم اندازه 70% ما اینو میپزیم. کمی که باید دون بمونه که با مواد دم میکشه خیلی له نشه. الان این آماده است که آبکش کنیم. عزیزان قلقلیامون بعد از مدت 30 دقیقه که من اینو با حرارت پایین گذاشتم میبینید حسابی پخته و سرخ شده و آماده است. اگه با حرارت ملایم بذارید حسابی هم خودش سرخ میشه، هم به روغن زیادی احتیاج نداره و خیلی هم لذیذ میشه. دوستان من به مواد کلم و پیازداغ نمک نزدم. الان اندازه یه قاشق چایخوری بهش نمک میزنم. بازم شما تست کنید. یه نصف استکان کمترم آبم بهش میزنم که اینو بذاریم داغ بشه، لابلای پلو بدیم. من نمک رو از اول نزدم به خاطری که داخل قلقلی هم نمک داره. نمک یه سر با احتیاط بزنید، حالا آدم میتونه بعدا تست کنه. خب این که داغ شد برنج رو دم کنیم. کمی روغن به قابلمه اضافه میکنیم برای تهدیگ. عزیزان من از یک عدد سیب زمینی میخوام برای تهدیگ استفاده کنم. شما هر تهدیگی دوست داشته باشید میتونید بذارید، نون باشه یا سیب زمینی یا خود برنج. من کمی هم نمک بهش زدم و کمی هم کنجد میزنم. لایه اول ما یک لایه برنج میریزیم. بعد از برنج ما مواد کلم رو میریزیم. اینو حسابی رو برنج پهن کنید و از دور قابلمه جمع کنید که دور قابلمه نسوزه. به باب سلیقه و ذائقه اگه دوست داشته باشید کمی دارچین بازم روی این میزنیم که، و یک لایه هم از مواد گوشتیمون. این مواد گوشتی رو لایه کلم میذاریم که این خیلی برنج رو لذیذ میکنه. دوباره یه لایه دیگه هم برنج میزنیم. همینطور به همین ترتیب همه مواد رو روی هم قرار میدیم. الان لایه بعدی اینم دوباره گوشته که همه مواد تموم بشه. اندازه نصف استکان کمتر آب جوش به دور قابلمه اضافه میکنیم که برنج رو دم کنیم و چند تیکه کرم اینجا روی برنج سوراخ ایجاد میکنیم، میذاریم که برنجمون رو لذیذ کنه. در این مرحله کمی زعفران هم میزنیم بهش. در قابلمه رو بذاریم کمی که بخار کرد دم کنیم برنجو. برنجو دم میکنیم با شعله کم به مدت 1 ساعت. دوستان کار تمومه، غذا آماده شده. بریم که با هم سرو کنیم. به به، از رنگش، از بوش، از این همه زیباییش براتون نگم دیگه. دوستان کلم پلوی ما آماده شده و همین سادگی به همین راحتی. این کلم پلوی تهرانی رو من به سبک خودم درست کردم. واقعا بی نظیر شده. واقعا جاتون خالی بی نظیر شده. امیدوارم که شما بپسندید و درست کنید و خوشتون بیاد. من دوستتون دارم مثل همیشه و ممنونم از این که لایک و سابسکرایب میکنید و ما رو همراهی میکنید و نظرهای خوبتون رو برای من بنویسید اون پایین. اگر نظری پیشنهادی انتقادی داشتید من همه رو به دید منت گوش میکنم. عزیزان شما رو تا ویدیو بعد به خدا میسپارم. خدا نگهدار دوستان.